در مورد کلمه یا حمله MITM میخوایم صحبت کنیم MITM من برای اینکه اینو توضیح بدم دیگه روی اسکرین نمیتونیم بنویسیم بذره به هم ریخته میشه اولا که آقا MITM مخفف من این میدل هستش یعنی چی؟ یعنی مردی در میان مثلا مردی در وسط M من I T این یکی از محبوب ترین و مؤثر ترین نوع حمله های توی حوزه و امنیته و خیلی هم خیلی هم خیلی هم معروفه چجوری رخ میده با مثال ببینید این شمایید و توسط حالا هر نوع کانکشنی وصل هستید به مودم اینترنتتون و از طریق مودم اینترنتتون اتصال دارید به اینترنت اینترنت اوکی حالا این به شکل معمول داره اتفاق میفته هر روز شما به مدمتون وصل میشید میرید سایت چک میکنید پیام میدید پیام میگیرید چیزی دانلود میکنید و غیره از طریق این مودم اینترنت از طریق اکسس پوینتتون فردی فرقی نمیکنه که حالا این میخواد وایر باشه وایرلس باشه و چه مده باشه و غیره و اینا هیچ فرقی نمیکنه. کن یه MITM هکر میاد میشین اینجا و لپتاپش رو تبدیل میکنه به یک اکسس پوینت یه روت کوچیک میتونه براش تعریف کنه که این گوشه میکشمش که قاطی نکنید که آقا هر ریکوستی به سمت من اومد هر پکتی به سمت من هکر اومد از من به جای مودم رد شه از لپتاپ من لپتاپشه و از این سمت بره به سمت اینترنت دیدیم که میشه تو کل این جلسات کلی از اینها استفاده کردیم میاد و اکسس پوینت شما رو یه جورایی از دسترس هم میتونه خارج کنه هم میتونه خودش رو جای اینجا بزنه هم میتونه ترافیک رو به هر حالا شکل فنی به سمت خودش سوق بده یعنی چی یعنی شما اگر مثلا ریکوست میفرستادی ریک میفرستادی به اکسس پوینت Access اکسس پوینتش access اینو میداد به اینترنت و جواب میگرفت و به شما میداد این دفعه از طریق هکر این اتفاق میفته یعنی شما مثلا میخوای گوگل رو ببینی نمیای اینجا مشخص کنی که آقا مثلا حالا من ندارم مرورگرم نمیتونم باز کنم نمیای توی مرورگرد بزنی که از طریق اکسس پوینتی که این مک آدرس و این آی داره برو به سمت حالا اینترنت و این پیج رو من باز کن نه شما می اونجا فقط میذارین دبل دبل مثلا گوگل کام و کاپی کام و خودش دیگه همه چیو هندل میکنه حالا هکر وقتی بیاد بشینه به جای مودم شما الان تصور کن که این مودم نیست هستان ولی درخواستی به سمتش نمیره و هکر خودش بیاد نقش حالا مودم شما را یه جورایی ایفا کنه اتفاقی میفته اینه شما درخواست میدی که من میخوام برم گوگل دات کام میاد به سمت هکر اولا هکر همه اینا رو داره ثبت و ضبط میکنه یعنی همه اطلاعاتی که شما میدی و یا در جواب میگیری توی سیستم هکر اینجا ثبت میشه پس یه لیست از اینها داره حالا اگر این اطلاعات خوب گوش کنید اگر این اطلاعات حاوی یوزرنیم و پسورد هم باشه اصل حمله برای همین قضیه است یوزرنیم و پسورد هم ذخیره میشن اگر هر سرتیفیکیتی داشته باشید اونا هم ذخیره میشن اگر اطلاعات محرمانه رد و بدل کنید ذخیره میشن حالا خیلی هاشون کد شده است مثلا یه اپی مثل تلگرام درسته که هکر میتونه بیاد بشینه این وسط ولی هیچی نمیتونه ببینه به خاطر اینکه خود مسیج تلگرام از گوشی شما که خارج میشه کد میشه توی سرور دیکد میشه دوباره تو گوشی شخص دوم وارد میشه به شکل دیکد شده و دوباره اونجا بخش به شکل کد شده و دوباره تو گوشی دیکد میشه پس حمله ام توی یک سری از چیزها کاربرد نداره مثل همین تلگرام ولی بقیه چرا؟ یاهو میتونه باشه، تل SM, SMTP، اس ام چه میدونم اس همه اینها میتونه ثبت و ضبط بشه روزن پسورداش توسط حمله ام که یه جورایی اسنیف هم به حساب میاد. حالا آقا میری گوگل اینجا ثبت شد جیمیل تو زدی اینجا ثبت شد چندونم میدونم پسورد تلنت تو زدی اینجا ثبت شد اس ام تی زدی اینجا ثبت شد اما کار دیگه هم که میتونه هکر بکنه توی حالا حملات خیلی حرفه‌ای اینه که شما میزنی من میخوام برم گوگل هکر میبینه که شما تقاضای درخواست دیدن پیج گوگل رو کردی میاد توی لپتاپش یه پیج میسازه ببخشید گوگل نه جیمیل مثلا شما درخواست جیمیل رو کردی میخوای وارد جیمیلت بشی خیلی ساده آی جیمیل چک کنی میاد یه پیج میسازه شبیه پیج جیمیل توی لپتاپ خودش و حالا مثلا اینجا یوزر نیم داره اینجا پسورد داره و شما اینا رو وارد میکنی به جای اینکه جیمیل واقعی رو این میاد به سمت هکر هکر میده به اینترنت دوباره میاد از اینترنت به سمت حکر هکر میده به کلاینت پس هکر میتونه اصلا این ارتباط رو قطع کنه و همه این چیزهایی که شما میخواهید رو خودش ارائه بده یعنی فقط این یه تیکه باشه مثلا برای همین حمله کاربرد داره میاد چیکار میکنه میاد این پیج gmail.com رو کپی میکنه عینش میسازه کاری نداره و وقتی شما میزنی gmail.com این پیج رو به شما میده شما متوجه نمیشی که آقا این پیج فیکه پیج واقعی نیست یوزر تو میزنی پسورد تو میزنی وقتی اینتر رو زدی ارور میخوریم این سایت در دسترس نیست کاری که میکنی معمولا اینه که یه F5 میزنی یا ریلود میکنی یا اصلا هکر میاد انقدر حرفی عمل میکنه شما یوزن پسورد رو که زدی هدایتت میکنه دوره به سمت جیمیل واقعی و عمرن متوجه نمیشی به این راحتی ها که این پیج فیک بوده و یوزن پاسورد شما توی لپتاپ هکر ذخیره شده توسط همون فیک پیجی که درست کرده بوده هکر و به شما داده به جای پیج اصلی پس حمله MIT یعنی یه مرد یک هکر میاد میشینه وسط کلاینت و اینترنت و همه ای ترافیک رو هم میتونه کنترل کنه هم میتونه اسنیف کنه هم میتونه مودیفای کنه میتونه دستکاری کنه میتونه شما بزنی gmail.com ولی به شما یاهو میل کام برگردونه میتونی بزنی چه میدونم یودمی دات کام به شما کاپیتانو رو برگردونه و خیلی کارهای دیگه منتها هیچ شکلی نمیدین کار رو واقعا انجام بده که مثلا شما بزنی یاهو میل جی میل رو به شما برگردونه تو معلوم میشه که یه نفر این وسط داره یه چیزی رو دستکاری میکنه پس این از مفهوم کلی MITM خیلی مدل های مختلفی داره خیلی کارهای خلاقانه زیادی میشه باشه انجام داد اما صرفا ما میخواستیم مفهوم رو به شما معرفی کنیم جلسات بریم با ابزارهاش کار کنیم